أوصيكم إخوة الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب معصيته. خدم لهمية نمازگزاران عزیز و بزرگوار برادران و خواهران پدران و مادران همه را توصیه می کنم به رعایت تقوا در ایستگاهی و حریم خدا. خودم و همه حضار گرامی را توصیه می کنم که به جا آوردن واجبات و ترک محرمات. در ماه مبارک شعبان، ماه دعا، ماه نیایش، ماه انس با خدا قرار دارد. پیامبر بزرگوار اسلام در ماه شعبان دستور می دادند که به مردم را خبر کنند و ندا بدهند که ماه من پیامبر فرا رسیده است. با خدا رحمت کند کسی را که در ماه من مرا یاری کند با روزه گرفتن ماه مبارک شعبان. لذا دعا و نیایش و استغفار و توبه در این ماه خیرات و برکات دارد و به اجابت نزدیکتر است. همچنین روزه گرفتن در این ماه بسیار ثواب دارد که در روایات ما که از نبی مکرم اسلام نقل شده است که کسی یک روز را در این ماه روزه بدارد خدای تبارک و تعالی بهشت را برای او ارزانی خواهد داشت. در این هفته میلاد قطب عالم امکان، منجی بشر و نجات دهنده عالم از ظلم و جور و ستم است. قرآن عظیم الشأن و پیامبر بزرگوار اسلام و همه ادیان الهی و حتی مکاتب غیر الهی وعده به آمدن یک منجی داده است. دین مقدس اسلام هم وعده داده است که در آخر الزمان خدای تبارک و تعالی فردی از فرزندان پیامبر و از فطرت او را برمی انگیزد و دنیا را پر از عدل و داد می کند. ما در نیمه شعبان منتظر حکومت جهانی و عدالت گستر جهانی هستیم. از ویژگی های اون حکومت عدالت گستری در جهان هست به شکل عامش. عدالت اجتماعی شالوده و خمیرمایه اصلی حکومت اون بزرگوار از قرآن عظیم الشأن از وظایف مهم انبیای الهی و پیامبران را اجرای عدالت اجتماعی ذکر کرده است. و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبران را فرستادیم با دلایل روشن و نازل کردیم بر اونها کتاب یعنی قرآن را و میزان یعنی معیار تشخیص از حق و باطل را که این پیامبران چی کنند، وظیفه اصلیش چیست. لیقوم الناس بالقسط تا در بین مردم قسط و عدل اقامه گردد. این آیه شریفه خیلی لطافت دارد. قرآن همه ایش زیباست، همه ایش لطیف، ولی بعضی از آیات قرآن این قدر لطیف و شیرین است که دیگه حزمش دقت بیشتر میخواهد. اینجا یک از اون آیات همینه. اینجا نمیگه که پیامبر مردم را وادار میکند به اجرای عدالت و قسط، بلکه خود مردم تشویق می شوند که اجرای عدالت کنند تا همه متفق شوند. یک دفعه کسی ما را مأمور می کنه یک کاری را انجام بدیم که یک مقوله، ولی یک بار خود ما با اراده خود ما با انگیزه خود ما و با تشخیص خود ما اون کار انجام بدیم. اینجا قرآن میگه ما پیامبران را فرستادیم. قرآن را کتب الهی من جمله در پیامبر بزرگوار اسلام
چی اتفاق بیفته لیقوم الناس بالقسط تا در برتر تعالیم نجات بخش قرآن که به وسیله پیامبر اکرم به مردم القا شده است مردم به حدی از رشد فکری و تکامل برسن که خودشان قیام کنن حرکت کنن اراده کنن برای پیاده کردن عدل و احسان. در این آیه شریفه خدای تبارک و تعالی از وظایف مهم انبیای الهی را اقامه عدل و قسط می‌داند. عدل یعنی رعایت حقوق همه، هر چیز را در حد جای خودش گذاشتن. به این میگیم عدل. عدالت اجتماعی یعنی حقوق همه مردم بالمساوی بدون هیچ تبعیض رعایت شود. پیامبر بزرگوار اسلام کارش از اهداف مهمش اجرای عدالت، پیاده کردن عدالت بود و مفسرین فرمودن که مفاد این آیه شریفه به تمامی تحققش در زمان حکومت عدالت گستر جهانی حضرت مهدی است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم به تبعیت از جدش و اجدادش و سائر ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین وظیفه پیامبر را دنبال می کند به اجرای عدل و قسط است بین مردم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدای تبارک و تعالی امر نموده همه را موظف کرده به اجرا و تحقق بخشیدن این سه مورد: یک، پیاده شدن عدالت، دو، تحقق پیدا کردن احسان و رسیدگی به ذی‌القربا، کمک به ذی‌القربای ما. سه چیز را امر کرده، سه چیز را هم نهی کرده. اگر همین آیه شریفه در زندگی ما مسلمان ها به معنای واقعی پیاده می شد و پیاده شود، خیلی از مشکلات بشر امروز حل می شد. ابن مسعود از مفسرین بزرگ و از اصحاب رسول خدا که درود خدا بر او باد می‌فرماید جامع‌ترین آیه خیر و شر در قرآن همین آیه است. سه تا امر دارد، سه چیز امر کرده، از سه چیز نهی کرده. یعنی به تعبیر رساترش سه امر به مورد امر از سه چیز میشه معمولون به همه از سه مقوله زشتن نهی کرده منهیون عنه است. همه ما مکلفیم که در حد توان و مقدورات هم خود ما از این سه امر اجتناب کنیم و دوری کنیم و هم دیگران را وادار به دوری کنیم تا یک مدینه فاضله و یک جامعه انسانی به معنای واقعی تحقق پیدا کند. که باز مفسرین فرمودند که این آیه معنای حقیقی و واقعیش در زمان حکومت مهدوی تحقق پیدا می کند. چون یاران حضرت هم از پاکان هستند، انسانهای معاصر، متدین، متقی، پرهیزگار، هر کجایی که حکومت کارگزارانش انسانهای صالح باشه، حکومت رشد می کنه، پایه‌هایش تقویت میشه، ارتباط بین مردم و حکومت روز به روز تنگتر میشه و حکومت استقرار پیدا میکنه. حکومت از حالت حاکمیت بر جسم مردم تبدیل میشود که دیگه او حاکمیت بر روح و روان مردم، بر قلب انسان حکومت میکنه و این حکومت دوام پیدا میکنه. ولی اگر کارگزاران یک حکومت ادمای فاسد دوست و طاقتری بودن، اولین ضربهی که میزنن حکومت و حاکمیت خودشون میزنن. بین حکومت و مردم فاصله ایجاد میشه. سبب نابودی حکومت ها ما در طول تاریخ که نگاه میکنیم مؤثرترین عامل برای نابودی حکومت ها یعنی کارگزاران ناصالح و نااهل و انسان های غیر صالح.
شريفة فرمويت كي إن الله يأمر بالعدل. خدا أمر كرده بإجراي عدالت براي همه. در رأس این عدل خطاب و حکام و حکومتداران و حاکمان است. هر حکومت بخواهد محبوب دلها شود باید عدل را اساس حکومت خود قرار بده. شانده حکومتش، زیربنای حکومتش، روح برمان حکومتش در عدل استوار باشه. حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که انشاءالله یک روزی خواهد آمد به دور قرآن و به وعده قرآن و به وعده رسول گرامی اسلام و به وعده انبیای الهی یک روزی خواهد آمد دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد چنانچه پر از ظلم و جور شد. و این حکومت پایش عدالت در حکومت اسلامی هیچ کسی موافق قانون نیست. در حکومت اسلامی هیچ کسی از دستورات شریعت اسلامی و سنت نبی مکرم اسلام تخطی نمیتواند. حتی حاکم در زمان حکومت امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه وقتی او یهودی میآید در مورد مسیری ادعا میکند، حضرت موضوع را به قاضی واگذار میکند. واقعا اگر میخواهیم حکومت در دلها کنیم باید صلوات الله و سلام علیهم اجمعین اقتدا کنیم تا این حکومت در تاریخ بشر ماندگار شد. روزی موعود هم یهودی را قاضی میخواهد و هم امیرالمومنین خلیفه المسلمین را میخواهد. وقتی قاضی او کسی که دعوا کرده است، مدعی و مدعا علیه هر دو را میخواند، مدعی را میخواند نامش را میبرد که آقا بیا در جایگاه قرار بگیر. به امیر المؤمنین میفرماید یا ابوالحسن تو هم بیا در جایگاه قرار بگیر. طرف دعوای حسن ناراحت میشه، ناراحت میشه. حاکم میگه به خاطر که تو را خواستم که به دعوا رسیدگی کنی اون ناراحتی گفت نه، تو وظیفه ای تو باید این کارو بکنی. پس گفت چرا تو ناراحت شدی؟ گفت من از این ناراحت شدم که تو بین من و طرف مقابل من عدالت را رعایت نکردی. او را به نام خواندی، مرا هم به نام میخواندی، میگفتی علی ابن ابی طالب تو بیا قرار بگیر، مرا با لقب خواندی، گفتی یا ابوالحسن تو بیا. فرق گذاشتی بین من و بین طرف مقابل دنیا بده کردی. چرا که عدالت را به دست بگیرید چنین انسان عادل را پیدا نمی کنید؟ در زمان حکومتش میگه تو عدالت خاصی رعایت نکردی، هر دوی ما را یکسان بخون. قاضی باید کمال بی‌طرفی را حفظ کنه. به هر حال رئیس امر دستور دادن یک ان الله یأمر بالعدل والاحسان، احسان نیکوکاری. وقتی به یک جامعه عدالت برقرار شود، احسان خود به خود جای خود پیدا میکنه. ایثار و فداکاری و بذل و بخشش جای خود پیدا میکنه. در یک جامعه اسلامی باید جور حاکمان اسلامی عمل کنند که یک امت واحده درست کنند. تبعیض زبان، تبعیض قوم، تبعیض منطقه، تبعیض لسانی، تبعیض مذهبی، همه اینها را بایستی حاکم اسلامی تلاش کند که اینها ملغا شود در حکومت اسلامی و در حکومت پیامبر بزرگوار اسلام و خلفای راشدین. این مقوله ها جا نداشت. وقتی عدالت به معنای واقعی تحقق پیدا کنه، احسان جای خود پیدا میکنه. به حدی جامعه فاضله میشه نبی مکرم اسلام وقتی آمد در مدینه منوره اون حکومت الهی و تشکیل داد. مهاجرینی که از مکه و جای دیگر می آمدن در مدینه، مهاجران در خانه انصار سکونت داده می شود. انصار از مال خودشان بایی که نیاز داشتن به مهاجرین کمک می کرد. در زمان حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی
حال از بین میرود. این بدگمانی هایی که به هیچ ما به هم دیگر بدگمان میشیم که از بین میره. این مدینه فاضله میشه که پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید در زمان حکومت قائم ما جامعه به حد رشد میکند که یک مسلمانی که نیاز دارد میره به تعبیر از جیب مسلمان دیگر پول برمیدارد بدون اینکه او مسلمان منع کند. مثل یک خانواده میشه. دختر آدم، بچه آدم، خانم آدم بیاید از جیب واسکت آدم پیسه میده، ما معلوم میکنیم بچه لازم داره، خانم لازم داره. این یک واحد 5-6 نفره، یک واحد کوچک اجتماعی، واحد بزرگش محله است و شهر است و کشور است و کره خاکی زمین. اگر این سه مقوله یک عدالت اجرا شود، احسان در جامعه ترویج شود، صله رحم هم به جا بیاریم، یک سه امر دیگر هم از ایش اجتناب شود. یک الا الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، بعدش میفرماید و ینهی عن الفحشاء والمنکر. خدای تبارک و تعالی از گناه، از فحشا نهی کرده است. حکومت اسلامی می تواند نقش بسیار سازنده در محو و نابودی فحشا داشته باشد. فحشا همون تخلفات و گناهانی که در پنهانی انجام می شود. باید حکومت اسلامی یک جامعه را به وجود بیارد بر اساس عدل و احسان تا دیگه کسی جرأتی به طرف گناه کردن را ندارد. منکر همه گناهان و تخلفاتی که علنی انجام می شود. مسلمان هستیم در ماه مبارک رمضان علنی می روزه می خورد. اگر عذر شرعی دارید در یک جایی روزه بخور کسی تو را نبینه. خانم مسلمانی است بدون چادر ظاهر میشه، این منکر. باز هم یک دیگه اینه که آقای حقوق بشر، حقوق بشر در خیلی از موارد یعنی اصول و ارزش های دینی و اسلامیه. آزادی بیان، حقوق زن، حقوق بشر، این مقوله ها در خطبه دومت زنده ماندیم توضیح خواهم داد. ما مسلمانیم، اصول و ارزش های داریم، نمیتوانیم بخاطر ارزش های غربی و بیگانه ما از اصول و ارزش های دینی خود دست برداریم. یه وقت همه دیگه حجاب از ضروریات دین است. هر کس میگه من مسلمانم، من این قضم را بیشه قضم به لوازمی باید این لوازم را بپذیره. اگر یک کس از اول رو به من میگفتن مسلمان شما میفکر با خودشه، ولی اگر پذیرفت که من مسلمانم دیگه این قوانین را باید رعایت کنه. منکر همین تخلفات علنی میدانید دیگه. و بعد خیلی مهمه که ما از این سه مقوله زشت باید مردم هم کمک کنه، حکومت اسلامی هم باید تمام تلاش خود را برای جامعه اسلامی انجام بدهد که از فحشا و منکر و بعدی علمی تجاوزگری که از حد خودش تجاوز میکنه. باید حاکمیت اسلامی به حدی عدالت مدار باشد تا هیچ متخلف جرأت نکند از حدود الهی و از حقوق مردم تجاوز کنه، به حقوق دیگران تعرض کنه. نوعی تخلفهایی که در جوامع اسلامی و در کشورهای اسلامی میبینیم به خاطر اینه که این حکومتها نوعشان به احکام شرعی را پیاده نمی کنند. در این جامعه چرا باید یک خانمی نتواند از این سر شهر به اون سر شهر بدون هیچ مزاحمت و بدون هیچ تعرضی بره؟ چرا باید مردم شب راحت خواب نکنن، دروازه ها باز باشد دیگه از دوست آدم نترسن؟ اگر دوست بداند من دوستی کردم تحت شرایطی دست من قهر خواهد شد و یک یا دو یا پنج دارید که این حکم خدا اجرا شود دیگه کسی جرأت دوستی نمی کنه. اختطاف حکمش معلوم مفسد فی الارض مخاربه، مردم می ترسانه. در تمام مظاهر فقهی کسی که اختطاف
شدت و هدت به او برخورد کنه، ترحم نکنه، هر کس به خود باشه. جالب است در زمان پیغمبر اکرم بعد از فتح مکه یک خانومی از اشراف قریش دزدی کرد. خانواده به اصطلاح امروزی ها از این کلانا بود. حکم شد که دست این خانوم باید قطع شد. این خانواده که جز اشراف بود گفت ای دست دختر قطع شد که برای ما خیلی بده، زشته. یک دیگه از محترمین اصحاب پیغمبر را شفیع قرار دادن پیش پیغمبر اکرم. گفت یا رسول الله اینا تازه مسلمان شدن، قیصدار به تحلیل بند ما و پول اینا و قومدار و قومش برای تحکیل پایه های حکومت اسلامی ضرورت داره، نیاز داره. پیغمبر دید عجب این صحابه بزرگوار هم آمده که شفاعت کنه که حد خدا را اجرا نکنم. حضرت درخت مفته شد، قرار بود هر یک روز بعد اجرا شود، هر روز بعد از ظهر حضرت دستور داد مردم جمع شدن و این حد را اجرا کردن. فرمودن به خدا قسم اگر نزدیکترین فردی از خانواده من مرتکب چنین کاری شود، همین حکم را بر او هم اجرا می‌کنم. این همون پیغمبر است که رحمت للعالمین است، همون پیغمبر است که در طول سالیان سال چقدر کفار قریش به او اهانت و بی‌حرمتی کردند و در فتح مکه همه را بخشید. گفت به من بدی کردی، مرا اذیت و آزار کردی، من از حد خودم گذشتم، ولی اینجا چون حد خداست، حکم خدای عزیز میزنم، حد اجرا کردم. در جامعه اسلامی باید مردم در امن و امان زندگی کنه که در زمان حضرت حجت هم مردم در امن و امان زندگی میکنه. دلیلش هم اجرای علمی اصل ارزشی دینی است. در دین ما در قرآن و در سنت پیامبر بزرگوار اسلام و در فرمایشات ائمه معصومین در امور اجتماعی و اندازه ای که به اجرای عدالت و تحقق احسان سفارش شده به هیچ کدامی از موضوعات نشده. امروز جامعه که رنج میبرد از بیعدالتی رنج میبرد. بیعدالتی این نیست که قانون سر عدد فقیر و بیچاره که دو صفت داشته باشه، یک پیسر داشته باشه، دو وظیفه رو داشته باشه، قانون سرش اجرا بشه. اما قانون باید سر آدمانی به اصطلاح قدرتمند و توانمند اجرا شود، هر کس در هر مقامی که باشد. پس احیای ایسه اصل، اصل عدالت، اصل احسان، ایتاء ذی‌القربا و مبارزه با این سه انحراف اخلاقی جامعه را بالنده می کند. آدم وقتی به این آیه نگاه میکنه که توازنم حفظ شده، سه چیز را از ما خواسته که تحقق بدیم، سه چیز را از ما خواسته که از او دوری کنیم. آدم به یاد اون فرمایش پیامبر بزرگوار اسلام میفته. حضرت فرمودن صنفان من امتی ان صلحا صلحت امتی و ان فسدا فسدت امتی. پیغمبر خدا فرمودن دو صنف، دو سنف از امتان من اگر صالح شدن جامعه صالح میشه، فاسد شدن جامعه فاسد میشه. سوال فرمودم که یا رسول الله این دو سنف کیا هم؟ کیا هستن که این اگر اینها صالح شود جامعه صالح میشه و اگر اینها فاسد شود جامعه فاسد میشه؟ حضرت فرمودن الفقها و الامرا، دانشمندان که حق را بیان کنند، برای اجرای عدالت تلاش کنند، و عمرا، حاکمان صالح جامعه را صالح می سازد، حاکمان فاسد جامعه را فاسد می سازد. یه روایت هم اینجا برایتون بخوانم که پیغمبر بزرگوار اسلام در یک حدیث معروف می فرماید که در قیامت آتش جهنم با سه جماعت سخن می گوید، با سه دسته سخن میگوید. تکلم النار یوم القیامه ثلاثه، با سه جماعت سخن میگوید. یک، امیرم و قاریم و ذا ثروة من المال. یکی میگه با امیر سخن میگوید، با
آتش جهنم. میگه وقتی که طلاق میگیره میگه امین، خدا به تو سلطنت داد، خدا به تو حاکمیت داد، خدا به تو قدرت داد، خدا به تو به اصطلاح نفوذ داد که تو بیای عدالت رو اجرا کنی. حاکمیت ارزشش به اجرای عدالت و الا اگر حاکم اسلامی نتواند اجرای عدالت کند، حالش از افراد عادی و مراتب خیلی خرابتر خواهد. میگه میگه که حاکم تو قدرت داشتی عدالت اجرا نکردی، قومگرایی کردی، سهمگرایی کردی، اندیول بازی کردی به تعبیر امروزی ها، چی اتفاقی میفتد؟ نمیدونم میره بگویم میره. فقا فیقول للامین یا من وحد الله له سلطانا فلم یهدی. خدا به تو سلطنت داد، قدرت داد، 10 سال، 20 سال، 18 سال خدا به تو مهلت داد به مردم خدمت کنی، جز دزدی و سرقت و فساد کار دیگه نکردی. در پرانتز هست بکنم، عرب و مقر ریاست جمهوری یا پادشاهی یا حاکمیت مثل قلب در جامعه میمانه. قلب اگر خوب کار کرد سایر اعضا و جوارح درست عمل میکنه. قلب اگر نارسا بود اعضا نارساست. وقتی شریعت اسلامی در کاخ ریاست جمهوری و در مقر حاکم اسلامی که به نام دین حکومت میکنه عدالت اجرا نشه، شریعت اجرا نشه، در بیرون اجرا نمیشه. لذا اینجا پیامبر اکرم میفرماید که با این سه طایفه آتش جهنم سخن میگوید. اول با امین، یا من وحد الله له سلطانا فلم یعدل فتزدردوه کما یزدردو الطیر حب السمسین. میگه این آتش این امیر غیر عادل را میبرد چنانچه پرنده ها دانه به اصطلاح کنجد را میبرد. دانه کنجد هم چرب است هم خوشمزه. کسان اگر کلسترول داره کم کم کنجد بخوره من کلسترولش هم خوب است. یک و تقول للقاری، قاری خواننده اینجا مراد دانشمند است. یا من تزین للناس. خیلی خطرناک. میگه آی دانشمند، ای عالم، ای ملا، تو خودت را در چشم مردم تزیین کرد، زیبا جلوه داری، پاک جلوه داری، ولی در واقع به معصیت خدا آغشته بودی. و ما از الله بالمعاصی فتز در دور این را هم میبرد. سوم و تقول للغنی. به غنی چی میگه؟ به غنی میگه ای بزرگوار، خدا به تو مال داد، امکانات داد، تمکن مالی داد، خیلی به تو پیسه داد، در قبالش از تو خواست که کمی هم به مردم به فقیر کمک کنی. تو مال زیادی که خدا به داد گرفتی، ولی به اون دستور خدا که تو به فقرا کمک کنی این را عمل نکردی. این را هم میبرد. سعی تلاش کنی. امروز جامعه ما جامعه مشکلداری است از لحاظ اقتصادی. ما هم دچار مشکل هم نه به مردم ما به خاطر یه حوادثی که رخ داد، به خاطر یه تحریم های ظالمانه کشور ایالات متحده امریکا که بر این ملت مظلوم و فقیر و بیچار وضع کرده از تحریم ها. در دنیا نوعا حکومت ها خیلی ضرر نمی بینند، ضررش به مردم عادی و معمولی مردم. به هر حال اجرای عدالت در دین ما امر بسیار مهمی است. حاکم اسلامی هم وظیفه دارد که اجرای عدالت کند و اجرای عدالت در زمان حکومت مهدوی به معنای واقعی تحقق پیدا می کند که همه حضرات فرمودند که جامعه مهدوی جامعه عاری از ظلم و فساد و فقر و بی‌عدالتی است. به خاطر مدیر لایق و عادل، به خاطر امیر لایق، به خاطر کارگزاران لایق که اجرای عدالت می کند، احسان و تحقق می دهد و با عوامل الهی عمل می کند، یک جامعه خواهد بود که سراسر دنیا و گیتی را بگیرید، یک آدم فقیر هم پیدا نخواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دير الله أفواجا فسبح